امروز 8 مارس روز زن هست. با درودی گرم به تمامی انسانهای مبارزی که در راه آزادی و برابری بین انسانها مبارزه کردند و میکنند و بخصوص درودی گرم به فعالین و مبارزین انقلاب زن زندگی آزادی در ایران و یاد عزیزانی رو که ما در این راه از دست دادیم زنده و جاوید باد. 8 مارس به ما میگه که مبارزات زنان همچنان برای رسیدن به برابری ادامه داره و همینطور اینو به ما یادآوری میکنه که قدرت‌های سیاسی با استفاده از دین و فرهنگ مردسالار همچنان به تبعیض و ظلم و ستم به زنان ادامه میدن. من دوست دارم اینجا از انقلاب زن زندگی آزادی و اهمیتش صحبت کنم. انقلابی که یک واقعه مهم تاریخی در ایران بود و هست، انقلابی که هنوز ادامه داره، انقلابی که در واقع جمهوری اسلامی رو به دو قسمت تقسیم کرد. میشه گفت که تاریخ جمهوری اسلامی رو ما میتونیم بگیم جمهوری اسلامی قبل از انقلاب ژینا و جمهوری اسلامی بعد از انقلاب ژینا. یاد مهسا ژینا امینی زنده باد. انقلاب زن زندگی آزادی یک رنسانس انسانی هست که نه تنها میره که در ایران بلکه در منطقه دین و فرهنگ مردسالار و اون مناسباتی رو که زنها رو سالیان سال داره مورد تبعیض قرار میده از بین ببره. انقلاب زن زندگی آزادی علیه کهنه پرستی، علیه ارتجاع، علیه دینی که برای انسانها میخواد تصمیم بگیره و فرهنگ مردسالار رو به زبالدان تاریخی خواهد رید. انقلاب زن زندگی آزادی کابوس جمهوری اسلامیه و ما میدونیم که به زودی جمهوری اسلامی اون روز بزرگ پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی رو خواهد دید و به عمر ننگین جمهوری اسلامی خاتمه خواهد داد. بنابراین خیلی مهمه که ما در این روز 8 مارس ادامه کاری این انقلاب زن زندگی آزادی رو به دنیا نشون بدیم و سعی کنیم حمایت جهانی رو برای این انقلاب جلب کنیم. چشم‌اندازی که این انقلاب برای خود دیده، سرنگونی بزرگترین و وحشی‌ترین آپارتاید جنسی در دنیاست. دنیا باید به کمک ما و از طریق فعالیت‌های ما آپارتاید جنسیتی در ایران رو به مثابه آپارتاید نژادی بایکوت کنه و هیچ گونه روابطی رو با اون نداشته باشه. به امید اون روز، زنده باد زن زندگی آزادی.